الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيبنا وحبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وصحبه المنتخبين المنتجبين وبعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا عليكم شهيدا. سخن در رابطه با امام صادق و سیره علمی و عملی اون امام بزرگوار. عزیزان مطالب خوبی ارائه کردن و هر کسی در همه حدی که در توانش بود در رابطه با بیان شخصیت امام صادق مطالبی بیان کردن. خب آب دریا را اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. تمام ابعاد زندگی امام صادق علیه السلام را نمیشه در یک جلسه بررسی کرد. هر کسی به مقدار توان یک چیزی باید بگوید و بگذرد. ما هم مسئله مبارزه اون امام بزرگوار را علیه افراط و تفریط در نظر گرفته بودیم که خودش بحث طولانی و مفصلی است و از اموری است که امروز جوامع بشری نیازمند به فهم این مطلب و سرمشق گرفتن از این مطلب است که چگونه باید مبارزه با این دو مبحث مهم و در عین حال مضر، یکی افراط و یکی تفریط بشه. یک مقدمه ای را من عرض بکنم مختصر و بعدم یک اشاره به سیره امام صادق و سخنانم را تمام کنم. اساساً ادیان آسمانی از اول نزول تا به زمان خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم همه برای مبارزه با افراط و تفریط آمدند. شما در قرآن کریم ببینید خدای تبارک و تعالی می‌فرماید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط. خدا اینو راجع به پیغمبر خاصی نمیگه، راجع به نبی خاصی نمیگه. لقد ارسلنا رسلنا، این 124,000 پیغمبر طبق مسلک مشهور یا بیش از 300,000 پیغمبر طبق مفاد بعضی از روایات که خدا میگه ما که فرستادیم همه رو برای یک هدف فرستادیم، لیقوم الناس بالقسط، تا در جوامع بشری و انسانی جنبه های افراط و تفریط کاملا کنترل بشه و انسان بدانه که انسانه. یک نکته خیلی اساسی است. گاهی اوقات خیلی ها میگن ما وقتی میتوانیم مشکلات جوامع بشری رو رفع بکنیم که انسان ها به سوی دین برگردن. او یه حرف خوبیه. انسان ها اگر به سوی دین برگردن تنها مشکلات جوامع دین مدار حل میشه. خیلی از جوامع بشری دین نداره. ما یک مقدار دامنه این مطلب رو وسیع تر کنیم، بگیم مشکلات جوامع بشری وقتی حل میشه که انسان ها انسان بشن. هر وقت انسان ها انسان شدن، حتی انسان اگر انسان باشد و بیدین، باز خیلی فرق میکنه تا حیوان باشد ولی مثلا خودشو به دین بچسبانه. زمین تا آسمان فرق میکنه. اقبال لاهوری شعری دارد که من زیاد میخوانم، میگه سر شاخ گل طایری یک سحر، همی گفت با طایرانی دگر، ندادن بالا دمی زاده را، زمین گیر کردن این ساده را. و دو گفتم این مرغه که زود سنج، اگر حرف حق با تو گفتم مرنج، ز تیاره ما بال و پر ساختیم،
سوی آسمان رهگذر ساختیم که تیاران مرغ گردون سپر پری اوزبال ملک تیستر به پرواز شاهین به نیرو عقاب به چشمش زلاهور تا فاریاب چون مرغ زیرک کلامم شنید مرا یک نظر آشنایانه دید به گفته نگاهی تو بر چون و چند اسیر تلسم تو پست و بلند تو کار زمین را نکو ساختی که در آسمان پنجه انداختی تو هنوز باید راه رفتنت را یاد بگیری از پرواز کردنت گذشتی پرواز نکن ولی درست مثل بچه آدم روی زمین روی دو پای خودت راه برو انبیا آمدن انسانها را انسان بسازن اونایی که از نسل آدم بودن برگردن به اصلشان بفهمن که با حیوانات متفاوتن فرقهایی دارن ولذا از اول بنابر همین شد که انبیا بیاید تا این جامعه جامعه قسط بشه یعنی افرادگری، تفریدگری که توسط انسانهای حیوان صفت و دور از انسانیت در میان جوامع بشری پا می گیرد و کم کم جا می گیرد و بزرگ می شود و وسیع می شود تحت کنترل در می آید. خب اولین افراد رو که کرد؟ قابیل. تا سالیان متمادی اثر سوءش باقی ماند. آدم ابوالبشر را گرفتار مصیبتی کرد که تا شیس هبت الله را خدا به او نداد او مصیبت هر روز دامنش را میگرفت و خوردش میکرد و ناراحتش میکرد و وعده های الهی بود که او را سر پا نگه میداشت و همینطور بعدش و بعدش و بعدش تا رسیدیم به زمان حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم که او که اساره عالم خلقت و اصل و اساس آفرینش و هدف از خلقت او که محبوب خدا و منتظر انبیا و منجی عالم بشریت وقتی مبعوث به رسالت شد در یک کلام همه هدفش را بیان کرد و اون کلام اگر ما دقت بکنیم باز برمیگرده به همین نفی افراد و تفرید او وقتی میفرمود قولوا لا اله الا الله تفلحو تفلحو یعنی رستگار بشوید وقتی آدم لا اله الا الله میگه یعنی چی؟ لا اله الا الله مرکب از نفی و اثبات در بعضی از معماها هست در بعضی از احادیث هم آمده که او کلمه یکی نیمش کفر و نیمش اسلام چیه؟ بعضی ها گیر میکنه همین کلمه توحیده اگر کسی بگه لا اله و ادامه ندهد کافره اگر گفت الا الله میشه مسلمان وقتی میگه لا اله یعنی خودش را خودخواهیش را خودمحوریش را افراط را تفریط را هوا را هوس را وسواس را خناس را هر کی در این عالم او را از خدا دور بکند میاندازد بیرون و درس میانه روی برادری و اخوت انسانیت رو به همه عطا میکنه قرآن کریم در این آیه که خواندم فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا ما شما رو امت وسط قرار دادیم لتکونوا شهدا علی الناس شما الگو باشید برای جوامع بشری نه اینکه دیگران شما رو ببینن فرار بکنن امروز میدانید دشمنان اسلام چه کار کردن؟ دشمنان اسلام وقتی دیدن اسلام کشش دارد، جاذبه دارد در اروپا و آمریکا روزی چند هزار نفر یا ماهی چند هزار نفر مسلمان میشوند چی جور ضربه بزنن به اسلام؟ آمدن افراطی ها را بین مسلمان ها جا دادن و به نام مسلمان اینها را علم کردن تا جلوه جذب دین را و جاذبه دین را بگیرن مردم را از اسلام دور کنن امروزه در اروپا و آمریکا کلیپ ها، ویدیو ها، فیلم هایی که نشان داده میشه از افراطی‌گری هایی است که در جوامع اسلامی است یمن را توسط هواپیماهای عربستان سعودی بمباردمان میکنن بعد عکس هایش نشان میدن
در عراق و سوریه توسط داعش و جبهه النصره و احرار و شام و فلان و بهمان خون مسلمان ها رو میریزن، بعد کلیپ ها رو منتشر میکنن. همین دیشب در اخبار دیدید که در بعضی از مناطق ننگرهار کلیپ هایی رو پخش میکردن که عده‌ای بوم رو در زمین گور میکنن، دفن میکنن، بعد اونایی رو که میخوان بکشن میارن روی بوم ایستاده میکنن، بوم رو منفجر میکنن، بعدم پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله رو در دست اونا نشان میده. صلوات بفرستید. که اسلام یعنی این، دین یعنی این، یعنی میخوان مردم رو منفجر بکنن. در شاه شهید یک موتر لاری را با اون حجم وسیع نیم شب در حالی که مسلمان ها خوابیدن، خدا شاهد است اگر که به مسلمان بگن برو این کار در بین مردم کافر و مرتد و مشرک و ضد دین انجام بده، انجام نمیده. خدا شاهد اگر بگن اینو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که در جنگ ها میفرمود که مسلح نکنید حتی اگر سر باشد اون کسی که شما باید مسلحش بود، به درخت ها آسیب نزنید، رودخانه ها رو قطع نکنید، اموال مردم رو غارت نکنید، آتش نزنید، چه کار نکنید. اینا کجا اسلام رو یاد گرفتن؟ از کدام مدرسه خارج شدن؟ پهلوی کدام استاد رفتن؟ در برابر کدام استاد زانو زدن؟ کی به اینها یاد داد؟ این چه اسلامی است؟ اینا میخوان به مردم و دنیا عرضه بکنن. اون مردمی که نیمه شب در شاه شهید خوابیدن، اطفال شیرخواره، زنهای حامله، پیرمردها، پیرزنها، اون صدای مهیب که حتی اونهایی که کیلومترها دورتر بودن تکان خوردند و بیدار شدند و ترسیدند، اون 4 متر زمین را گود کردند، خانه های کانکریتی را، سقفش را پایین آوردند، وحشت ایجاد کردند، اینو با کدام میزان میشه سنجید؟ جز با مکتب افرادگری با هیچ مکتب دیگری نمیشه سنجید. قرآن میگه شما امت وسط باشید، لتکونوا شهدا علی الناس، الگو باشید برای همه مردم دنیا. مردم دنیا بگن مسلمان ها عجب مردمانی هستن، اخلاقشان، رفتارشان، کردارشان، برادریشان، قوتشان، نرمیشان. اما امروز برعکس شده، مسلمان ها یعنی آدمکش ها، مسلمان ها یعنی انتحاری ها، مسلمان ها یعنی انفجارات، مسلمان ها یعنی اختلافات، مسلمان ها یعنی جنگ شیعه و سنی، مسلمان ها یعنی تلویزیون های عجیب و غریب در اروپا، در آمریکا، او یکی به مقدسات شیعه اهانت میکنه، او یکی به مقدسات سنی اهانت میکنه، و هر دوتا هم اگر پشت پرده را نگاه کنی کنار آقای اوباما نشسته، هر دوتا. این باور کنی. من گاهی اوقات به این خانم و بچه ها اینا میگم که پشت پرده اگر نمایش داده میشد، شما اون آقایی که در تلویزیون خودش به مقدسات اهل سنت اهانت میکنه و اون آقایی که در تلویزیون خودش به مقدسات اهل تشیع اهانت میکنه، پشت پرده میدید اینا کنار یک میز نشستن، چایشون رو میخورن و به ریش ما و شما میخندن، میگن ما پول خود ما رو میگیریم، ما عجیبیم، چیکار داریم به اینا، چیکار داریم؟ مگر شیعه و سنی انسان پیدا شده؟ پارسال پیدا شده بود، 10 سال پیش پیدا شده بود. شیعه و سنی عمرش به قدر عمر اسلام هم. چرا تا حالا جنگ نبوده بین شیعه و سنی؟ آقای مولای سبیستان گفتن ائمه مذاهب اهل سنت با امام جعفر صادق سلام الله علیه رفت و آمد داشتن، نشست و برخاست داشتن، با هم بحث میکردن، سوال میکردن، با هم دیگر احترام داشتن. ما باید دیانت رو از گذشته یاد بگیریم، تقوا رو از گذشته یاد بگیریم. اما ببینید امام مالک ابن انس چی میگه؟ میگه ما رأت عین ولا سمعت اذن افقه من جعفر ابن محمد. او چی میگه؟ خود شخصیت امام مالک ابن انس، امام یک مذهب، میلیون ها پیرو داره در جامعه اسلامی، در زمان خودش مطرح بوده، خلفا بهش احترام داشتن، دستگاه حکومت بهش احترام داشته. اگر امام صادق رو تعریف هم نمیکرد، شاید یک عده ازش تحویل هم میگرفتن، ازش خوشحال هم میشدن، احترامش هم بیشتر میکردن که تو مثلا امام صادق تعریف نکرد. ما رأت عین ولا سمعت اذن افقه من جعفر ابن محمد.
فقیه‌تر از اون نه گوشی شنیده و نه چشمی دیده. بیایید یاد بگیریم، متوجه باشید، لتکونوا شهدا علی الناس، الگو باشید برای مردم. دین در موارد زیادی با تفریط و افراد مبارزه کرده. من یه دو سه موردش میگم وقت نگذره. در بحث اسراف در خوردن و آشامیدن، کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، یعنی جلوی افراد و تفریط رو بگیرید. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین ولا تبذر تبذیرا، حالا بین تبذیر و اسراف فرقی هست، اونا بمانه. در کشت و کشتار، ببینید دین وقتی میگه که هر کی مظلوم کشته بشود ما به ولی او سلطنت میدهیم، حکومت میدهیم، من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، میتواند قصاص بکند، همونجا میگه فلا یسرف فی القتل، در قتل نباید اسراف. این اگر میتوانی ببخشی ببخش، حفظ جان یک آدم به مراتب ارزشش بیشتر از گرفتن انتقامه. در حتی در کارهای خوبم دین میگه افراد نکن. ببینید خدا به پیغمبر میگه لا تجعل یدک مغلولتا الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، نه اوقدر انفاق بکن که چیزی برای نمانه، نه دستاتو ببند به گردنت که هیچی ندهی، حد وسط و کان بین ذالک قواما، حد وسط رو رعایت بکن. ببینید انفاق کار خوبی هم اسلام میگه افراد درش بده. در نماز لا تجهر به صلاته ولا تخافت بها وابتغی بین ذالک سبیلا، اون نمازایی که به جهل خوانده میشه همون قد بخوان که خودت بشنوی. الان گاهی اوقات بلندگوها نماز جماعت پخش میکنن، این خلاف لا تجهر به صلاته کرد برای که امام جان، برای که جماعت میتونه، برای کل کابل یا فقط برای مأمومینی که در اون مسجد هستن؟ اگر برای کل کابل جماعت میتونه اون بحث دیگری، اما اگر فقط برای همون مأمومینی که در اون مسجد هستن جماعت میتونه، که بلندگوی بالای گلدسته چی معنا داره؟ 20 مسجد، 20 گلدسته، 20 بلندگو، همه شهر که نمیخوان به یک امام جماعت اقتدا بکنه. لا تجهر به صلاته ولا تخافت بها وابتغی بین ذلک سبیلا، حد وسط را رعایت بکنید، نه داد بزنید نه اون قدر که خودتان هم نفهمید. فلان طایفه رافضی هستند، فلان طایفه ناصبی هستند، فلان طایفه کافر هستند، فلان طایفه مشرک هستند. شما کی هستی که بیایی میزان برای کفر و اسلام دیگران باشی؟ اول بیایید اسلام بودن خودتان، مسلمان بودن خودتان رو ثابت کنید. چند وقت پیش یک کلیپی را در اینترنت دیدم که دو سه تا از مولوی صاحب ها با یک عده از اینایی که همه رو تکفیر میکنن بحث میکنن در یک مسجد. خیلی من خوشم آمد. او مولوی صاحبی که بحث میکرد و اونا رو محکوم میکرد، یعنی افرادگری اونا رو محکوم میکرد، عدله می آورد. اونا میگفتن چرا در مسجد نمیشید یا الله، چرا نمیشید یا محمد؟ اونا او گفت که از جمله عدله ای که آورد از تاریخ بدایه و نهایه ابن اسید آورد، گفت که اونجا وقتی زینب کبرا سلام الله علیها جسد برادرش امام حسین پاره پاره دید، گفت یا رسول الله صلی علیک ملیک السلام. او مولوی صاحب به اونا گفت ببینید زینب صحابیه است، برادر یکی از اهل بیت صحابیه است، او میگه یا رسول الله، او نمیفهمید که کفره، نمیفهمید شرکه. شما یک از اون 400 سال بعد اومدی فهمیدی؟ کسی که پیغمبر رو در آغوشش بزرگ شده، در بغل پیغمبر نشسته، اسلام و از دهان رسول الله گرفته، پدرش علی مرتضی، مادرش فاطمه زهرا، برادرانش امام حسن و امام حسین که رسول الله فرمود الحسن و الحسین امامان قاما و قعدا، او نفهمید، تو فهمیدی که چی شرک است و چی شرک نیست؟ خب اینا ندیدن این روایات رو شیعه و سنی نقل کردن. من از کتب شیعه میخوانم ولی در مسلم و بخاری و دیگر سایه اهل سنت هم هست. ایها الناس لا ترجعوا من بعدی کفارا،
در منا فرمود رسول الله یوم النهر، ای مردم بعد از من کافر نشوید، یضرب بعضکم رقاب بعض، که بعضی از شما گردن بعضی دیگرتون را بزنید. فإنما أمرت، من مأمور شدم، أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا اله الا الله، تا جایی مقاتله کنم، مبارزه کنم که مردم لا اله الا الله بگن. فإذا قالوها، وقتی لا اله الا الله گفتن، عصموا مني دماءهم و اموالهم الى يوم يلقون ربهم، دیگه مالشان جانشان از ناحیه ما در امانه تا روزی که خدا را ببینن. وقت روز قیامت خدا میگه این کار تو شرک بودی، کار تو توحید، تو موحدی، تو مشرکی، تو جهنمی هستی، تو بهشتی هستی. امروز یک عده میخوان کار خدا رو در زمین انجام بدن، به جای خدا قضاوت میکنن، فلانی ها اهل دوزخ هم، فلانی ها اهل بهشت هم. آقا جان، ما روز قیامت معلوم میشه، روز قیامت ببینید اسلام از او اول که آمد علیه افراد و افرادگری مبارزه کرد، ائمه دین مبارزه کردن، صحابه مبارزه کردن، بزرگان دین مبارزه کردن، تقریبا در طول تاریخ اسلام مبارزه بوده و همیشه جنبه های تعدیل بیشتر در نظر گرفته میشد. خیلی از علمای بزرگ اهل سنت و اهل تشیع ما میشناختیم که استادانشان از مذهب مخالفشان بودن. شیعیان میرفتن فقه اهل سنت درس میگرفتن، برادران اهل سنت میآمدن فقه اهل تشیع درس میگرفتن. حتی علمای شیعه کتاب بدایه و بدایه اهل سنت رو تدریس میکردن در این مساجد خودشان، دو جلد بدایه رو تدریس میکردن، با اینکه فقه اهل سنت بود ولی تدریس میکردن، هم برای شیعیان هم برای اهل سنت. اما یک مرتبه دنیا متوجه شد که باید از این اسلحه استفاده کنن تا اسلام رو تضعیف بکنن. خب حالا چی کار باید بکنیم؟ الان وقت است که ما سیره عملی امام صادق را سرمشق خودمون قرار بدیم، برای کوبیدن این افراط‌گرایی و از بین بردن این تفریط‌ها و ایجاد یک جامعه معتدل که همه برادروار در کنار هم زندگی کنن. از امام صادق علیه السلام سوال شد در رابطه با این آیه مبارکه و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، حضرت یک کلمه فرمود نحن الامه الوسطا. خوب دقت کنید یا ابن رسول الله، و کذالک جعلناکم امتا وسطا یعنی چی؟ فرمود نحن الامه الوسطا، ما یعنی اهل بیت، اشاره به خودش داره، چون اگر که ما مراد همه مسلمان ها باشه، خوبون خدا فرموده یکی وکزار که جعلناکم امتا وسطا، یک معنای خاصی داره. ببینید قرآن مصادیق داره، بعد ابرز المصادیق داره، مصادیق خیلی روشن، مصادیق پایین تر و میشکل، و کذالک جعلناکم امتا وسطا یعنی چی؟ فرمود نحن الامه الوسطا، یعنی اگر میخواهید عدالت و قسط در جامعه حاکم بشه، اسراف و افراط و تبذیر و تفریط از بین بره، به ما اقتدا کنید، به ما، نحن الامه الوسطا، به ما اقتدا کنید. الان ببینید ما چگونه برخورد میکنیم، شما هم همون گونه برخورد بکنید. این آقای سفیان ثوری رحمه الله ما رو به عنوان امام معصوم قبول نداره، ولی میاد مجلس ما، ما با ایش دوستیم، سلام علیک داریم، در اعیاد به هم دیگر تبریک میگیم، کنار هم می نشینیم، به سوالات هم دیگر جواب می دهیم، به خانه هم دیگر می رویم، غذای هم دیگر را می خوریم، رفت آمد با هم دیگر داریم، برادر هم دیگر هستیم. شما همینطور باشید که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث متفق علیه و منقول در صحیح مسلم فرمود اینی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من از میان شما میروم دو چیزی گرانبها بین شما میگذارم، کتاب خدا و عترتم اهل بیتم را.
مسلما به قول آقای ابن حجر مراد از اهل بیت همه بستگان پیغمبر که نیست، که اونایی که اهل علم بودن، اهل دین بودن، اهل تقوا بودن، اونا مراده. ولی یک آدم جاهل باشه، یک نسبتی هم با پیغمبر داشته باشه، نمیتونه الگو قرار بگیره، مقتدا قرار بگیره. و امام صادق از سادات اهل بیت، همونجور که همه بزرگان از صدر تا زید تعریف کردن، از ائمه اهل بیت، کتاب الله و عترتی اهل بیتی لیفتر قاحت و یرد و علیه الهوزی، دو تا از هم جدا نمیشن تا روز قیامت. ببینید عصر امام صادق صحابه منقرض شده بودن. ما در عصر امام صادق با اون صورت از صحابه نمیبینیم، عصر تابعینه. و بعد از صحابه کسانی بودن که پیغمبر رو ندیده بودن، یه سری حرفا رو هم مطابق میل خودشان تفسیر میکردن، توجیه میکردن. اما پیغمبر اسلام آمد فرمود که کتاب الله و عترتی اهل بیتی، چون اهل بیت عطرا به ما فی البیت، اهل بیت عطرا به ما فی البیت. در خانه پیغمبر چی گذشته؟ یقینا امام صادق بیشتر و بهتر میدانه. ابن ابوالحدید معتزلی یک جمله نقل میکنه در باب اختلاف مدفن امیر مومنان علیه السلام، که آیا در نجف و در کجا در کجاست. بعد میگه از امام صادق نقل شده که در نجف، و امام صادق از اهل بیت علیس و اهل بیت عراب ما فی البیت، هر پسری میداند که قبر پدرش کجاست. حالا هر پسری میداند که روش پدرش چی بوده، سیره پدرش چی بوده. این خیلی مهمه. خدا به پیغمبر فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، هر چی نمیدانستی ما به تو یاد دادیم. اینا کجا رفت؟ هر چی نمیدانستی ما به تو یاد دادیم چی شد؟ کجا رفت؟ آمد کجا؟ وارث هر کسی در درجه اول نزدیکانش هستن. رسید به امام صادق. نحنو الامت الوسطا، میخواهید راهی از بین بردن افراد و تفریق رو بیاموزید؟ بله، به من امام صادق اقتدا کنید و با همه مردم در ارتباط باشید، حتی با اونایی که نسبت به دین میخندن، نسبت به دین جبهه میگیرن، هم اونا رو میتونید یک جوری تعدیل بکنید. عبدالرحمن ابن ابوالعوجا وقتی به امام صادق میگه دور زدن بین خانه، دور خانه چه فایده داره، میگه اگر خدایی بود و قیامتی بود ما برنده میشیم، اگر نبود دو تای ما یکسانیم دیگه. خدایی نیست که از تو به تو بگوید که چون طواف نکردی اینم پاداش، به ما بگوید چون طواف کردی اینم جزا. نه، اگر خدایی بود ما برنده هستیم، اگر خدایی نبود هر دو تا یکسانیم. این سیره و این روش که سیره همه ائمه دین بوده، از رسول خدا حساب کن تا به امام حسن عسکری علیه السلام، و بعد هم که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف قیام بکنه، همین سیره را رعایت خواهد کرد. سیره انسانی که درش نه افراط و نه تفریط. الیمین و الیسار، علی رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید الیمین و الیسار مضله و الطریق الوسطا هی الجاده، نه چپ برو نه راست برو. همون که قرآن بهت یاد میده اهدنا الصراط المستقیم، اون راه راست راهی است که ندرش افراط ندرش تفریط، و اون راه راست امام صادق میفرماید که نحن الامه الوسطا، اون راه راست ما هستیم، اون امت وسطا ما هستیم. هر کی میخواهد افراط گری و تفریط گری رو رها کنه به امام صادق سلام الله علیه و علی آبائه الطیبین و ابنائه الطاهرین اقتدا بکنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.